به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. دوستان عزیز، برای حمایت از ما ویدیوهای ما را لایک کنید، کامنت بگذارید و چینل را سابسکرایب نمایید. واکنش رئیس جمهور غنی به حمله راکتی بر مراسم یادبود مزاری. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در پیوند به حمله بر مراسم یادبود در گذشت عبدالعلی مزاری اعلامیه مطبوعاتی نشر کرده است. با گزارش سپوتنیک در اعلامیه نشر شده توسط دفتر رسانه های ارگ ریاست جمهوری آمده است. دشمنان جنایتکار امروز با حمله تروریستی بالای مراسم یاد شده شهید وحدت ملی عبدالعلی مزاری شمار از هموطنان ما را شهید و مجروح کردند. رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن شدید این حمله تروریستی گفت: حمله به گرد همایی ها، تجمعات مردمی، عمل جنایتکارانه و دشمنی با ارزش های مدنی و مردم سالاری است. رئیس جمهور افزود که نهادهای امنیتی و دفاعی کشور به خاطر تأمین امنیت مردم از تمام امکانات استفاده کرده و در این راستا هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید. رئیس جمهور اسلامی افغانستان مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز داشته، به شهدا بهشت برین و به مجروحین سعادتمندی کامل از درگاه عزت متعال استدعا می دارد. مراسم 24مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری با حضور مقامات بلندپایه حکومت در غرب کابل برگزار شده بود که در جریان آن صدای انفجارها شنیده شد. به احتمال زیاد این انفجارها ناشی از پرتاب راکت‌های آوان بوده که به منازل مسکونی اطراف مصلی نیز اصابت نمودند. پس از بیرون شدن مقامات از محل صدای چندین انفجار نیز شنیده شد. گفته می شود که یکی از راکت‌های آوان در نزدیکی محلی که مقامات نشسته بودند اصابت کرده است. حامد کرزی، دکتر عبدالله، صلاح الدین ربونی، حنیف ادمر، لطیف فدرام، یونس قانونی، احمد ولی مسعود، محمد محقق و شمار از اعضای کابینه و نمایندگان شورای ملی مصلی شهید مزاری را ترک کردند. این حادثه چندین کشته و زخمی نیز در پی داشته که تا هنوز آمار دقیق آنها اعلام نشده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیو دیگر، خداوند یار و مددگارتان.